ماورا، زندگی نامه حاج احمد یسفی. خیر باشه، تو کی هستی؟ تو برو عقب منصور. بالاخره هم دیگر رو دیدیم خواجه. قبلا با دوبیس دیده بودم ایت. از قبلا هم میخواستی با هم رو در روشی، ولی تازه الان جسارت پیدا کردی بیای منو ببینی. اصلا ربطی به جسارت هم نداره، مسئله اینه که از لیاقت خودت بوده خواجه، وگرنه که قبلا دیده بودم ایت، ولی اون موقع در حدی نبودی که بیام باهات رو در رو بشم. یکی از ترکای ترکستان بودی، یه درویش فقیر، اینجوری میدیدمت. یکی از مردای دیوانه‌ای که خاک این سرزمین به خودش دیده، ولی بعدش فهمیدم که اشتباه میکردم. بعدش جوهره وجود تو دیدم و در واقع راز تو فهمیدم. اونایی که صورتشونو میپوشونن حرفاشونو نمیزنن، نمیتونن راز ما رو بفهمن. پروکوراست حرف تو بزن. صورتمو نمیتونم نشون بدم، اگه نشون بدم بازی همینجا تموم میشه، چون بعدش باید بکشمتون. این یعنی قسمت خوبش خیلی زود تموم میشه. معلومه که دوست نیستی، باید دشمنم باشی که میخوای منو بکشی. آره، چه بازی میخوای را بندازی؟ اگه فکر میکنی برای جونم التماس میکنم، بدون که تا ابد در حسرتش میمونی. بهت گفتم که میشناسمت، میدونم چرا باور رو میکنی، میدونم تو آدمی نیستی که از مرد بترسه. اگه اینجوری بود شمشیر چوبی رو بهت امانت نمیدادن. از کجا درباره شمشیر چوبی میدونی؟ پس پنهون کردن حقیقت چی نصیبت میشه لیلا؟ نمیبینی چه بدبختی درست کرده؟ پهلوان وقتی چیزی نمیدونی انقدر داد بزن. خب بهم بگو تا بدونم. فقط سکوت میکنی. فکر میکنی سکوت کردن از حرف زدن راحت تری؟ من نمیفهمم. اگه من حقیقتو میدونستم سکوت نمیکردم. ولی تو خوب بلدی پنهون کاری کنی و سکوت کنی. اگه اون بچه از دهنش نمیپرید بیرون، الان از این مصیبت خبردار نمیشدیم. کی میدونه؟ شاید همون خاطر رو گرفتار کرده. الله اعلم، شاید برای همینه که اون دختر بیچاره شبا کابوس میبینه. اگه همون موقع که بهتون گفتم کاری بهشون نداشته باشین دست نگه میداشتین، شاید الان هیچ کدوم از این اتفاقا نمیفتاد. ما حتی از چوبه یه دورم نمیترسی. فکر میکنی از اون میترسیم؟ اگه بی خیال این قضیه نمیشم، برای اینه که درستشم همینه. اگه اون بچه رو از اون بدزاتا نجات دادم، برای این بود که فکر میکردم کار درستیه. الان میخوای رو سرمون منت بذاری؟ هاشا، برای مریم جونم هم میدم. اما برسیم به تو لیلا، خدا ما رو سر راه هم گذاشت، نجاتت دادم، بهت اعتماد کردم و آوردم توی این قبیله. ولی الان دیگه از این حقبازیات خسته شدم، زله شدم. ببین، از ترکستان اومدم، تنها اومدم اینجا و فقطم راه حق و انتخاب کردم. هیچ وقتم از مسیر منحرف نشدم. تویی که اون راه ها رو بردی، ولی دیگه از این راه هایی که انتخاب میکنی خسته شدم. که من بازی میکنم. آره، اگه بعد از اون چیزایی که با هم گذروندیم به هم شک داری، پس برو خجالت بکش. خیر باشه، ایشالله چیزی شده. باید حتما آصف سلطانو ببینم. میشه صداشون کنی لطفا؟ اگه خوابیدن بیدارشون کنی. بفرمایین حکیم باشی.
من که خواب به چشم نمیاد. چیزی نشده که انشالله. انشالله که چیزی نشده بانو. ولی خب طبق چیزی که برادر نگهبانم به هم گفت قضیه برعکسه. بگی میشنوم. بگو ببینم تو از کجا درباره شمشیر چوبی میدونی؟ وقتی حتی تو چیزی ازش نمیدونستی ما خبر داشتیم. چراغی که توی آسیا میسوزن برای روشن کردن بخشای دیگه زمین منتظره یک راه نمان. اون توی مگه نه؟ داستانتون دقیقا همینو میگه مگه نه؟ این دقیقا خود حقیقته. تو که معتقدی این یه قصه است چرا اومدی اینجا با من حرف بزنی؟ اومدم پیشت تا که بیدارت کنم تا خیلی اسیر قصه ها نشی. آخر قصه تو خوب تموم نمیشه. فقط خدا آخر عاقبتمونو میدونه. اگه میخواد باغ گل باشیم با آب سیرابمون میکنه، اگه بخواد کویر باشیم از بیابی خشک میشیم. هیچ وقت از هیچ کدومشون شکایت نمی کنم. حالا چه باغ گل باشیم یا کویر، ما همیشه یک کوه باقی میمونیم. ما کوه همیشه استوار علموتیم. میشه با ما در افتاد ولی خب کسی پیروز نمیشه. وقتی که از کوه سقوط کنی و تیکه تیکه بشی خیلی خوب خودت اینو میفهمی. اومدی اینجا که اینا رو به هم بگی؟ من بزرگترین دشمن تو میشناسم. میخوام تو هم بزرگترین دشمن تو بشناسی، بدونی که دشمنت چقدر بزرگ تا بتونیم از بازی لذت ببریم. اگه روزی از اینجا آزاد شدم و تو هم انقدر شجاع بودی که صورتتو نشون بدی، اون موقع بازی لذت بخشی میشه. شاید همچین روزی برسه خواجه، ولی امروز نه. کار کنیم دخترم، میترسم اتفاق بدی برات بیفته. اتفاق بدی برام نمیفته. باید قبل از اینکه اتفاقی واسه خواجه بیفته یه کاری بکنیم. وایساده بود و خنجرشم به کمرش بسته بود. خوبی منصور جان؟ اون کی بود خواجه؟ راجب چی حرف میزد؟ منصور جان، یه روز یه مردی از سرزمین هند میره به همدان. این مرد با شعبد بازی توجه همه رو به خودش جلب میکنه. بعد تماشاگرها کلی پول جلوش پرت میکنن. بزرگترین شعبده بازی که این مرد هندی بلد بوده این بوده که نی بزنه تا مارا بیان بیرون و برقصن. حالا این مردی که اومد اینجا دقیقا داره همین کارو میکنه. والله هیچی نفهمیدم خواجه. فهمیدم اونی که همه مارایی که تو بغداد باهاشون روبرو شدیم داره همین میرقصونه. همین که نی بزنه مار میاد بیرون و به ما حمله میکنه. زبونشو میاره بیرون، میخواد که ما رو طعمه خودش کنه. خب ما باید چی کار کنیم خاجه؟ ما باید سر مارا رو له کنیم و اونایی که اینا رو میرخصونن نابود کنیم.
برای اینکه نفهمم داری چه بازی را میندازی، نذاشتی اون روز بیام تو خونت، بعدش هم بلند شدی و با لبخند اومدی اینجا. میخوای با دست و دلبازی این مردمو گول بزنی، اما من چهره واقعی تو دیدم لیلا خاتون. اون موقع که تو خونم راحت ندادم و گفتم بری، برای این بود که میخواستم تو رو از دست این آدمای بدزاد نجات بدم. ولی بازم تو نمیتونی بفهمی. دیگه از این دروغات خسته شدم. خیلی بهشون گوش کردم ولی دیگه اصلا نمیخوام بشنوم. این مرد میخواست بغداد و منفجر کنه لیلا. این مرد دنبال توه. این مرد دنبال خواجاست. این مرد کیه لیلا؟ زورتون به این آدم نمیرسی. فکر میکنی تبرت همه چیزو قطع میکنه، ولی ریشه این درخت همه جا رو گرفته. بی خود زحمت نکش، نمیتونی حتی یه خط بندازی رو این درخت، چه برسه به اینکه قطعش کنی. کوه علموت با اون عظمتش داره حمایتش میکنه. سنگایی که از اون کوه ریختن گوشه و کنار بغدادو گرفتن و منتظر دستورن. اگه خدا بخواد کسی نمیتونه ما را شکست بده. فکر نکن ما مثل خودتیم. اگه هم نتونیم درختو قطع کنیم، آماده ایم که جونمونم بدیم. ما از اون آدمای ترسوش نیستیم. هر چیزو سرنوشتمون باشه همون برامون پیچ میاد. برای تو دارم خودمو به در و دیوار میزنم. نه زور سلطانا، نه وزیرا به این آدما نمیرسه. میدونم که شما از مرگ نمیترسین، میدونم، ولی هر چیزی راه و روش و زمان خودشو داره. فقط چون از من قوی تری فکر میکنی، از من باهوش تری، بیشتر از همه از این تعجب میکنی. باهوش ما رو ببین، از نظر تو باهوش بودن یعنی به جای جنگیدن با شیاطین هم دست شی. من همچین هوشی رو نمیخوام، مفت چنگت. فقط میخواستم زمان بیشتری بخرم. فکر کردم که میتونم نقطه ضعفشون رو پیدا کنم، ولی اینجور نیست که دوستشون باشم. به این معنی هم نیست که ازشون میترسم. پهلوان بس دیگه، چه رابطه یه کثیفی، چه بازی شرم‌آوری. فکر کردی واقعا میتونی اونا را شکستشون بدی؟ پهلوان با تو اما پهلوان. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بله مادر، چیزی شده؟ بله، آیتولو از طرف خواجه سلام آورده. خوبه، خدا را شکر. خدا را شکر خوبه. خواجمون خوبه. فعلا باید توانمونو بذاریم روی روشن نگه داشتن آتیشی که خواجه روشن کرده. قبیله رو نجات دادیم، مالیاتو دادیم، حالا باید آتیشی که خواجه تو سازلیک روشن کرده رو شعله ور کنیم. ارزاق رو آماده کردیم، بقیهش با تو. ممنون مادر، نگران نباشین، فردا میرم حجره، اونجا رو نمیشه خالی گذاشت. همه چی آماده است آیتولو؟ همه چی آماده کردم. خوبه، ممنونم. فقط خواجه یه امانت دیگه هم داره. این وظیفه به عهده توی کوتلوک. روی چشم. کی هست؟ یه آدم بیچاره، انگار قبلا خیلی کتکش زدن، چولاخ شده. افراد ما یکم زدنش. آکبرو رو میگم، میتونی بهش کمک کنی که اوضاعش بهتر بشه و از این وضع در بیاد. حالا که امانت خواجه است، حالا که بیچاره است، هر کاری که بتونم براش میکنم. ممنون، خدا ازت راضی باشه. از تو هم. صبر کن پهلوان، ناخواسته شنیدیم که داری با دخترم لیلا دعوا میکنی. حلالمون کن، این دختر هزار و یه راز تو دلش داره. بعضیاش شعله است، بعضیاش خاکستره، ولی نباید خیلی بهش سخت بگیری. معلومه برای زنده موندن تو بغداد به اینجور رفتار کردن عادت کرده. میترسم اگه بیشتر از این بهش سخت بگیری، به این کاراش ادامه بده و از ما دور شه. باید این مسئله رو حل کنیم، نه با جنگ و دعوا، بلکه با صلح و آرامش. نگران نباش، من با اونم حرف میزنم. ممنون مادر، هرچی شما بگین. خب مراقب خودتون باشی. برو به سلامت.
من با هزار تا زحمت میام اینجا، میام تو لونه تو، مرد ناحسابی. اگه خبر مهمی داری بگو برام خبر بیارن، اینجوری لازم نیست دوباره زحمت بکشم باشم بیام اینجا تو لونه موش تو. اینجا چی کار میکنی؟ جناب وزیر، حق با شماست ولی جامو تارومار کردم، برای همین مجبور شدم بیام اینجا. تارومار کردم؟ دوستای خواجه اومدن و همه چی رو به هم ریختن قربان. ارزشون رو خالی کردن و راهشون رو گرفتن رفتن انشالله. قربان، یکی از اونا وارد اتاق خصوصیم شده و اسناد محرمانه و دفاترم رو دزدیده و برده. مگه این اتاق خصوصی جناب عالی قفل نداره؟ مگه نگهبانای مسلح جلوی در اتاق تو نیستن؟ وقتی که اوضاع پیچیده شد همه افرادم درگیر اونا شدن قربان، ولی اونا همش پیش من بودن، برای همین کسی جلوی در نبود قربان. قفل درم جوری نبود که هر کسی بتونه بازش کنه، مثل قفلایی که تو بغداده نیست، ولی خودم هم خیلی جا خوردم که کی بوده، کی بازش کرده؟ شه سوار. اوف بابا، دیگه خسته شدم به خدا. چرا از دیشب داری همینجوری آروم آروم روش کار میکنی؟ بابا بذار شمشیرمو بردارم بزنم شطرق، بازش کنم بره پیکانش. فکر کردیم به ذهن خودمون نمیرسید؟ تا حالا تو عمرت همچین صندوقی دیده بودی محمود؟ نه خیلی ندیدم. همین دیگه. خب کسی میتونم با شمشیر بزنم بشکنمش؟ شمشیر رو میخوای بزنی تو کله صندوق محمود؟ میزنم تو سر صندوقی که وثیقه ها و بدهی ها توشه. به اذن خدا شمشیرم برای همش کافیه. این صندوق عقلش از تو بیشتر کار میکنه، نمیتونی با شمشیر بزنی بشکنیش. منم دارم همینو میکنم. محمود ببین، دفتره محرمانه و وثیقه های بدهی هشام تو این صندوقه، قبلا دیده بودمش. نپرس چجوری که بهت نمیگم، دیگه اون کارو کنار گذاشتم. بگذاریم، تو این چهار تا شیشه نازک سرکس اگه اشتباهی کنیم شیشه ها میشکنن و کاغذ به خمیر تبدیل میشه، فهمیدی؟ جوهرشون پخش میشه و دیگه نمیشه خوندشون. پس اگه اینو با شمشیر تیکه تیکه کنیم هیچی دستمونو نمیگیره و نمیتونیم خواجه رو نجات بدیم. خدا نکنه، خدا نکنه، خدا نکنه. خدا ازت راضی باشه داداش، ساکت باش. ببین حواسمون پرت نکن، بذار با تمرکز کارامو بکنم. شاهسوار، قبل از اینکه حواست دوباره پرت بشه من دیگه میرم. از شما که نمیشه سیر شد، مخصوصا محمود که هیچ وقت سیر نمیشه. فعلا سرش با تو گرمه، بعدش میاد سر منو میخوره. حالا جدا از شوخی برادرم، خدا کمکتون کنه کارتون رو خوب انجام بدین. انشاءالله نجات خواجه از زندان به شما و این بستگی داره. من یه وظیفه دیگه ای دارم که باید برم سراغ اون. خسته نباشین. روز سلامت. ایوالله. سلام، حال شما؟ ارادت. اون شهسوار عوضی اون قفل رو باز کرده، خودشه قربان. درسته، ولی نمیتونن قفل اون صندوقی که دزدیدن رو باز کنن. صندوق چهار تا قفل پیچیده داره، چند تا شیشه سرکه توشه. وقتی که نتونن صندوق رو باز کنن باید اونو بشکنن، اینجوری همه وثیقه ها و دفترها همه نابود میشن. دعا کن هشام، دعا کن، چون تو اون صندوق اسنادیه که من همینطور تو رو نابود میکنه، مردک احمق. دعا کن اونی که اون صندوق رو دزدیده اونقدری احمق و نادون باشه که شیشه های سرکه رو بشکنه و اسناد نابود بشه. نه نه، محاله بذارم بیری. ولم کن دایه، باید به دوستای خاجه بگم دیروز چه اتفاقی افتاد. تو عقل تو از دست دادی؟ تو یه آدم اهل بغدادی یا یکی از افراد مهاجر یوروک؟ دایه، اینجا یه مرد خطرناکی مثل اون میره دیدن خاجه چیزی نیست که راحت بشه ازش رد شد. معلومه که نگهبانای قصد طرف اونن که کاری نمیکنن. اگه فکری نکنیم خدا میدونه که چی میشه. بهش فکر کن دایه لطفا. تو همه چیزو میدونی ولی نمیتونی عاقبت خودتو ببینی عصیفه؟ چجوری بفرستمت بین اون مارا؟ ها؟
همین الان خودت گفتی که چقدر اون مردا خطرناک و ترسناکن. بگو ببینم کوچه‌های بغداد خطرناک‌تره یا این قصر دایه؟ ما این قصر رو پناه امن خودمون میدونستیم. حالا نگهبانایی که قرار بود محافظ این قصر باشن دارن سعی میکنن مردمو بکشن. باور کن هر جای دیگه از قصر بغداد امن‌تره دایه. خیلی میترسم، دست خودم نیست. دایه جون، اگه اونقدر جرأت کردن که وارد این قصر بشن، پس ما باید بیشتر از اونا جسور باشیم. قربانت کردم، رفتین قصر، با خواجه حرف زدین، چیزیو که دنبالش بودین رو پیدا کردین؟ پیدا کردم عاطف، پیدا کردم. یه رقیب خوب و یه بازیکن ماهر شطرنج پیدا کردم. حالا دیگه بازی شطرنج بغداد خیلی برام جذابتر و هیجانی تر شده. برای همین باید سریعتر عمل کنیم. منم با هیجان منتظر این روز بودم قربان. همینجوری که منتظر بودی یه اتفاقی افتاده که نمیخوای بهم بگی. مثلا چی قربان؟ فکر کردی اگر درباره هشام چیزی نگی خودم چیزی نمیفهمم و خبردار نمیشم؟ قربانت کردم، خودم اون مسئله رو حتما حلش میکنم. نمیخواستم وقت شما رو بگیرم قربان. اندازه کافی بی ربط حرف زدی عاطف. دارم بهت هشدار میدم، اگه به خاطر این پول پرستی تو شکست بخوریم، مطمئن باش بعد تاوانشو پس میدی. سرتو بیار بالا و به من نگاه کن. احمق بازی در نیارو، کار خودتو بکن. نتونستی از پس کشیش بر بیایی، تو قضیه حمله هم خرابکاری کردی، حالا دیگه نوبت سازلیک شده. اینو به خاطر بسپار. یکی از جاهایی که به خواجه قدرت میده سازلیکه. همینطورم میدونی که به غیر از خواجه خود سازلیک چقدر مهمه عاطف. هر کاری که لازمه بکن تا اونجا نابود بشه. این فرمان قطعی منه. فرمانتون تمام و کمال اجرا میشه سرورم، نگران نباشی. محمود اون برشو نگه دار. هر وقت بهت گفتم اونو به بیرون فشار بده، اونم به چرخون سمت داخل. فشار بدم بیرون، به چرخونم داخل. باش. یک، دو، آره، سه. باشه باشه. ای خدا چی شده؟ قشنگ با صدای بلند بشمار. باشه میگم یک، دو، سه. خوبه؟ همینه. یک، دو، سه. نشکستن که؟ نه نه، خدا رو شکر بدون خرابکاری حلش کردیم، درست شد تمامه. ای خدا. پس نونوا بدهکاره. ببین، 2 5 250 یعنی نونوا 250 دینار بدهکاره. اینجوری نیست. بیا چیه؟ ببین نونوا چنده؟ 2 5 25 کلاه برداره. این هشام کلاه برداره. ببین ببین، این بیچاره 25 دینار بده کاره ولی نوشته 250 تا زیرشم اون وزیرات فافقات امضاش کرده. اینجوری این بدبختای بی‌نوار دستشونو بند کرده. خب معلومه دیگه، بدبخت میترسه. نونوای بیچاره خیلی بدهی داره بدبخت. نگاه کن تو رو به خدا، اینا بدهی های بقیه بازاری هست. بقیه بازاری هم بده کاره؟ بله. ای خدا. Ha 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 ha.
محمود در رو باز کن، بازش کن. مگه کریمت فکر کردی اونجا یواش حرف میزنین کسی نمیشنوه؟ گوشم حتی صدای بلند شدن یه مرخ هم میشنوه. بازش کن، بازش کن. میدونم اون شخص سوار حق بازم پیشته، میدونم با هم داری یه حقی سوار میکنی. ساکه پوست نکنم در میشکنه. باشه باشه الان باز میکنم. چی شده دادش؟ شب اومدیم خسته بودیم همینجا استراحت کردیم، چی شده مگه حالا؟ میخوایم سرورا بشیم، اینا نمیذارن. حتی اوستا پهلوان هم میگه حق باز. پنجره رو بستین که یه وقت آفتاب صبح نخوره تو صورت قشنگتون؟ نه بابا، الان بازش میکنیم، چیه مگه؟ اتفاقا دلبازترم میشه، آفتاب میاد تو، یه نوری میگیره، الان بازش میکنم. شاسوار جان خیر باشه، چرا انقدر تکون تکون میخوری؟ دلپیچه داری؟ نه استا، دیشب نتونستم بخوابم، نتونستم بخوابم. آره برو کنار بینم، زود باش زود. وایسو 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 شیشه سرکه توشه، شیشه سرکه توشه. اینا دیگه چه گفتی؟ اونا که سرکه زیرش یه سری کاغذه. لیلا دخترم، داری میری؟ باور کنین یادم نمیاد آخرین بار که یکی با محبت رفتار کرد. مادرم حتما نازم میکرده، میبوسیدتم، ولی خب حالا حتی صورتشم یادم نمیاد، انگار مال هزار سال پیش بود. به گردنم خیلی حق داری، بهتون گفتم مادر رو شدین مادرم، ممنون. خدا عمرتون رو زیاد کنه. ممنون دخترم، برام با اهالی قبیلمون هیچ فرقی نداشتی. قبل از این که بری باید یه چیزی بهت بگم، به هم گوش کن. خواجه نفس ماست، قبل از اینکه بیاین بغداد از سختی‌های خیلی زیادی گذشتیم. اینجا هم راحتمون نذاشتن، خودت میدونی. ولی خواجه اومد و شد مرهم زخمامون، نه فقط برای ما، برای همه مظلومین امید بخش شد. روحمون به لطف اون زنده و شاداب شد. میدونم مادر جون، خدا ازش راضی باشه، به هممون کمک کرد. آمین دخترم. ولی خواجه تو درد سره، اونو زندانیش کردن، دشمن از چهار طرف محاصرش کرده. حالا که منو مادر خودت میدونی، پس به نصیحت مادرانم گوش کن. اگه روزی فرصتشو داشتی که یه کاری برای خواجه بکنی، اصلا شک نکن. باشه دختر خوشگلم؟ شک نمی کنم مادر، بهتون قول میدم، به جون مریم عزیزم قسم میخورم. ممنون دخترم، خدا کمکت کنه از هر راهی که میری راحت بتونی برگردی، مانعی سر راهت نباشه دختر خوشگلم. مگه بهشون نگفته بودم بدون اجازه من هیچ کاری نکنین؟ ها؟ محمود، محمود، مگه بهم نگفتی که دیگه عاقل شدی و درستو گرفتی؟ من کیو امانت سپردم دست کی؟ گفتم تا وقتی شاه سوار حواسش هست محمود نمیتونه یواشکی کاری بکنه. دیگه باید چی کار میکردیم ها؟ منتظر وای میستادیم؟
من به هیچ وجه پشیمون نیستم اوستا پهلوون. خواجم تو زندان، من اصلا نمیتونم همینجوری منتظر وایسم. منم همینطور اوستا. آفرین اوستا، از دستمون عصبانی شدی، ولی ببین چیا گیر آوردیم. اوستا پهلوون، ببین با اینا راحت میشه عاطفو برکنارش کرد. تا وقتی که حضرت خلیفه مریض باشه این آسمه چه دردی میخوره؟ این عاطف به عنوان تنها نماینده حضرت خلیفه داره هر کاری که میخواد میکنه و برای همه تصمیم میگیره. غیر اینه؟ باید اینا رو به یه نفر که از عاطف قدرتمند تره نشون بدیم تا عاطف به ترسه و خاطر رو آزاد کنه. واسه هیچ و پوچین همه زحمت کشیدین، منم واسه هیچ و پوچ ناراحت کردین. میدونم چیزی که میخوام بگم به من نمیخوره، ولی چیز دیگه‌ای به ذهنم نمیرسه. نه تو رو خدا تعارف نکن، هرچی دلت میخواد بگو. اوضاع به خاطر تو پیچیده که شد. به خاطر جنابالی برای هیچ و فوش مستخونهای بنده رو تو میدون گره زدن. میشه بریم پیش حاکم؟ حاکم؟ البته همون حاکمی که خواجه رو به دستور عاطف انداخت زندان بدون اینکه به حرفاش گوش کنه و بدون اینکه اصلاً اصل قضیه رو بدونه چیه. میخوای بری پیش اون؟ ها؟ اصلاً به خودتون فشار نیاری. تو این شهر همه افراد قدرتمند مثل عاطف فاسدن. اونایی هم که خوبن قدرتی ندارن. از اونا چیزی در نمیاد. چیه؟ قربان خوش اومدین. چه خوب شد که اومدین اینجا. فقط یه بار بهت میگم مرفان، وسط حرف من نپر و خوب گوش کن. باید بری محله سازلیکو با خاک یکسان کنی. هیچ چیزیو سالم نمیذاری. اگه احیاناً افرادت کم هستن میتونی با این طلاها برای خودت آدم جمع کنی. دیگه داریم به آخر بازی میرسیم تو بیس. چیزی نمونده که وارد بغداد بشی. میدونی از کجا باید وارد بغداد بشی؟ مرین؟ مثل همیشه از سازلیک وارد بغداد میشم، چون نقطه ضعفش دیوارایی که داره. تا وقتی که محله سازلیک و اهالیش اونجا هستن، کسی لازم نمیدونه که دیوارای اون قسمت بازسازی بشه. به مرور زمانم فراموش شد که اونجا ضعیفه. درسته،
برای همینه کسی تا حالا کاری به محلی سازلیک نداشته. برای اینکه اهالی سازلیک بهت مقاومت نکنن، باید اهالی سازلیک ازت حمایت کنن. باید اونجا سوخته بشه، فاز بین بره. خیلی زود تمومش کن. تو هم آماده باش. افرادتو بیشتر کن دو بیس. هر کسی رو که تونستی به ارتشت اضافه کن. بالاخره قربان، بالاخره. وقتی خنجرش رو دیدم شناختمش. اولش باورم نشد چون خیلی راحت و آسون وارد شده بود. من میدونستم که تو قصر خائن داریم، ولی راستش تا این حدش رو فکر نمی کردم. همونی که مریم دیده بود. مریم؟ همون شبی که فهد تیر خورد تو کوچه‌های بغداد دیدتش، از روی خنجر شناختتش. وقتی که لیلا داشته از بغداد می اومده بیرون، جلوشو گرفته، تهدیدش کرده و گفته برگرده. طبق گفته شما، وقتی داشته به خواجه نزدیک می شده، گریه می کنه و بچه از خواب می پره. پس اونو تو خوابش دیده. خدایا، برای همچین بچه کوچیکی ترس بزرگیه. همینجوره، درسته. به نظر لیلا اون آدم ها رو میشنسه. لیلا رو هم ترسوندن. از اون جایی که ترسیده، حتما باید آدم های خطرناکی باشن. درسته اوستا پهلوان، حقیقتا خیلی ترسناکه. معلوم نیست جلوی ما هن، پشت سرمونن یا کنارمون قرار گرفتن. از هر جا، از هر جایی میتونن بیان. باید زودتر خواجه رو نجاتش بدی. یالا زود باشین، دست به جنبونین. این نونا رو بگیر، بین زندانیا تقسیم کن. خسرو! بله. بیا اینجا. وای 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 وای. بیا با هم بخوریم. شروع کن خسرو، شروع کن. هی خسرو، ما به تو لقب به این بزرگی دادیم. بهت گفتیم خسرو قاتل. بهت گفتیم که تو زندان یه نظم و انضباطی برقرار بکنی. اما در مورد این خواجه ضعیف عمل کردی. همین که پاشاسید اینجا، همه چی رو به هم ریخت، من چیکار کنم؟ ببینم خلاص شدن از شر بی‌نظم کار کیه؟ مگه کار تو نیست؟ بگذاریم، فعلا بخور، بعدا در موردش حرف میزن. بیا بگیر، نون مخصوص خودمه، عظیم بخور. قبلان هم خورده بودیم مگه نه؟ نون خوبیه، خیلی خوشمزه است. راحت بخور، من خیلی اشتها ندارم. بری تو. خوش اومدی. زود باشی. خوش اومدین برادرم، خوش اومدی. خوش اومدی. تو هم خوش اومدی خسرو. شاید ورودم خیلی خوش بوده، ولی چون تو رو میبینم نمیشه گفت که خیلی خوش دیدم. خسرو، همینطوری هم تو زندان بودن و محروم بودن از آزادی سخت و عذاب آوره. چرا باید همینجا به خاطر تو عذاب بیشتری رو تحمل کنم؟ دلیلش مهم نیست. تو این زندان هر چیزی که من بخوام همون میشه. همین. حسرو، تو نباید کسی رو اذیت کنی، وگرنه تنها کسی که اذیت میشه خودتی. منم اینو نمیخوام، چون دوست ندارم هیچ کس عذاب بکشه. بینم تو میخوای منو اذیت کنی؟ قبوله، اون بار شانس با اتیار بود. حالا فکر میکنی چون یه بار منو زمین زدی، پهلوون شکست ناپذیر شدی همون؟ من نه پهلوونم نه شکست ناپذیر. اینو که خوب میدونم. حالا به همه ثابت میکنم. برادر، برادر، نگهبانا، نگهبانا، منصور، نگهبانا، نگهبانا، یکی داره میمیره. کسی جواب نمیده خواجه. ریش پر خون شده، برادر را کمک کنید.
اصلا این ظالم ارزششو داره خواجه. همین امروز که ما داشتیم چوبا رو میبریدیم داشت استراحت میکرد، ما نون خشک میخوردیم، اون داشت با نگهبانا غذای مخصوص میخورد. الان وقت این حرفا نیست برادر، حتی ظالما هم یه روز دست از ظلم برمیدارن. شاید وقتش که برسه اونم توبه کنه. زود باشید. چشم خواجه. منظور برو قلمو بیار. چاقو کجاست؟ چاقو کجاست؟ وقتی قلمو بزنم توی ریش خون تخلیه میشه انشاءالله. بسم الله. دوباره بیهوش میشه ولی نفس میکشه. بقیهش مهم نیست، درست میشه. تموم شد برادر، تموم شد. راستش من دیروز به خواجه یه راه برای بیرون اومدن از زندان پیشنهاد دادم ولی خواجه قبول نکرد تا من به خطر نیفتم. واجه کار درستی کرده. مگه برای یه دختر راحته که تنهایی یه نفر از زندان بیاره بیرون؟ شما چجوری میخواستین تنهایی این کارو بکنی؟ حقیقتش من تنها نبودم. چند وقت پیش از طریق حکیم باشی با آدمای وفادار به پدرم ارتباط برقرار کردم. حتی یکی از نگهبانه هم به هم گفت که قراره چی اتفاقی برای خواجه بیفته. پس یعنی مطمئن؟ مطمئنین هنوزم آدمایی هستن که تو قصر به پدرتون وفادار باشن؟ همینطوره؟ همینطوره محمود، خدا رو شکر. استا میبینی؟ تو بغداد آدمای پاک اونقدر هم ضعیف و ناتوان نیستن. اینجا چی کار میکنی؟ یه مدتیه که مثل قبل به خواجه نزدیک نمیشدی، حالا پشیمون شدی؟ آره؟ نمیدونم چرا ولی حالتو میدیدم. از خواجه دوری میکنی چون اون قلبتو آروم میکنه. خب منم از ترس اینکه آتیش تو دلم و نفهمه ازش دوری میکردم. حالا هر دومون پشیمونیم مگه نه؟
چه سرنوشتی. داری به خواجه فکر میکنی مگه نه؟ برای همین ناراحتی؟ میخوای یه رازیو بهت بگم؟ من هم یه پسر دارم. پس چرا پیشت نیست؟ الان کجاست؟ تو بهشته، به خاطر اهالی جهنم تو بهشته، ولی من نمیتونم برام بهشت، اونم نمیتونه بیاد پیش من. خواجه واقعا مرد بزرگیه، بچه های بدون پدر و پدرهای بدون بچه را کنار هم جمع میکنه، درداشون رو درمان میکنه، اونایی که تنها هنو کنار هم جمع میکنه و از تنهایی نجاتشون میده، مگه نه؟ بدون خواجه حال همه گرفته است. اگه خواجه بر نگرده ما چی کار کنیم؟ این دفعه تنهایی مون تا قیامت ادامه دار میشه. مردوی شجاعی که شمشیر میکشیدین و خون میریختین. مردوی شجاعی که در راه حق جون دادین. چرا منو تنها گذاشتین و رفتین؟ چرا هم رزمتون رو تنها گذاشتین و رفتین؟ اصلاً برای زندگی شما نیست. سالتوک تنهایی چی کار کنه؟ تنهایی تو بغداد چی کار کنه؟ از جونورای بغداد اصلاً نمیترسم. من تو این دنیا چی کار کنم؟ نمیگم چرا شبنم شدین و مثل بذر رفتین زیر خاک. میدونم برای اینکه تو این سرزمینم بهار بشه، روح و تنتونو فدای رویدن گل سرخ کردین. میگم چرا سالتوکو اینجا تنها گذاشتین؟ چرا
چرا منم نتونستم با شما جزی از ابدیت بشم؟ حالا شما روزانوهای حضرت حمزه و امام حسین با خیال راحت سرتونو میذارین، ولی من چی؟ حتی اگر رو پر قوام بخوابم حس میکنم روی عالم میخ تیز خوابیدم. خواب برای من حرومه، خوردن و نوشیدن برام حرومه، نفس کشیدنم حرومه، دردم فقط یه درمون داره، انتقام. من تا وقتی انتقام نگیرم نمی میرم. قول میدم، قسم میخورم، عهد میکنم، خونم همه ی آسمون رو قرمز میکنه، زمین شاهدمه، خونم همه ی آسمون رو قرمز میکنه، آسمون آبی شاهدمه، خونم همه ی آسمون رو قرمز میکنه، خداوند شاهدم باشه. دارم میرم دلاورم. بعضی از سلجوقی ها دائم باید تو این جنگ باشن. شما با خیال راحت تو باقای بهشت استراحت کنید. حالا نوبت منه. برج نگهبانی نابود نمیشه، دیدبانی کارگویا تموم نمیشه. خواجه، وقتی به اون خسرو ظالم کمک کردی ما نتونستیم بهش کمک کنیم، یه کنار وایسادیم، ولی از بیرحمی و سنگدلیمون نبود. آره خواجه، انقدر اذیتمون کرده بود که دلمون نمی اومد بهش کمک کنیم و جونش رو نجات بدیم. میفهمم برادرها، میفهمم. وقتی که اون داشت برای جونش می جنگید شما به فکر جون خودتون بودید، وقتی که داشت خون بالا می آورد یاد قطره‌های خون خودتون افتادید، برای نفستون سخت بود، می خواستیم مثل شما زجر بکشه، ولی اگه بهتون خوبی کرده بود شما می خواستید سریع بهش کمک کنید، مگه نه؟ مطمئنم کمک می کردید. ما اونقدر آدم های بدی نیستیم. خوبی کردن در ازای خوبی کردن کار خیری نیست، این میشه تجارت. کار خیر یعنی بدی ببینی ولی خوبی کنی. این خیلی سخته. یه جمله تو شهر ما هست که میگه خوبی کردن در برابر خوبی و همه میتونن، خوبی کردن در برابر بدی دیدن که کار یه جوون مرده. ما باید طالب جوون مردی باشه. خواجه، شما همیشه میگین حضرت محمد سرور 18,000 قلم روی عالم، حضرت محمد سردار 33,000 صحابه، حضرت محمد قانع در برابر فقر و نداری، حضرت محمد مهربان با درماندگان و یتیمان، حضرت محمد تلاوت کننده شب زنده دار، حضرت محمد مهربان با قربا، هدایتگر کسی که از راه راست منحرف شده، حضرت محمد مصطفی کفایت کننده همه نیازها، حضرت محمد با کرامت مرحمت کننده به بدان و منتقم با جلال و جبروت در برابر ظالمان.
زنده باشی منصور جان، احسنت به تو. آدم های ظالم زیادی در این دنیا وجود دارن که عمرشون با خوشگذرونی میگذره، ولی اسم هیچ کدومشون به یادگار نمیمونه، یکی تو قلبمونه که زنده و حی و حاضره. همه اسمشون زیباست، هم خودشون زیبا هستن. پیامبرمون حضرت محمد صلی الله علیه و آله، الگوی ما باید ایشون باشن برادران. می‌بینم که برگشتی خونه ی امن خودت لیلا خاتون. می‌دونستم که میای اینجا. اگه باز دوست داری دعوا کنی پهلوان، اصلا شروع نکن. تا همین دیشب تو هیچ جایی مثل چادر قبیله همچین آرامشی نداشتم، ولی آدم جایی آرامش داره که قبولش کنن و از خودش مطمئن باشه. به هم تهمت زدی و گفتی حق باز، معلومه که دیگه نمیشه آرامش داشت. باشه، این بار دعوا نمی کنی. تو حق باز نیستی، ولی از همه یه حق ها و بازی هایی که تو بغداده با خبر هستی. لیلا خاتون، دوست داری این دفعه یه بازی حسابی تو بغداد را بندازیم؟ بهش میگین مرد خنجر به دست، ولی فقط که یه دونه خنجر ندارن، هزار تا خنجر دارن و هزار تای دیگهش نامرئیه. به محض اینکه سرتو برگردونی از پشت بهت خنجر میزنن، اینو نمیفهمی؟ ببین، معمولا من اینقدر خوب نیستم. باشه قبول، همه چیز قبوله. آره، اونا از ما قوی ترن، برای همینم نمیتونیم تنهایی از پس اونا بر بیاییم. ولی اگه هزار تا آدم داره، باید از یه جایی شروع کنیم. بالاخره آخرش که با خنجردار تنها میمونیم، اون وقت اون یه خنجر داره و ما هم یه خنجر داریم. بعدش خدا میدونه که کی برنده میشه. چطوری میخواین این کارو بکنی؟ بگو ببینم. باشه، شاید از سر و کله زدن با مشکلات تموم نشدنی بغداد خسته شده باشین، برای همین میخواستم امشب بهتون خیلی خوش بگذرم. درست فکر کردیم. این هدیه ما به شماست. قبلن فهد براتون میآورد، ولی از اونجایی که این کار غیر ممکنه، میخواستم اینو شخصا بهتون بدم. عالیه، عالیه. خوبه. محافظاتون کجان قربان؟ اگه مایل باشین میتونیم برای اونام اتاق آماده کنیم تا بهشون خوش بگذره. لازم نیست، لازم نیست. برای اینکه نقل دهن مردم بغداد نشیم و خیالمون راحت باشه، با افراد کمی اومدیم. منتظر میمونن. برادر، نگهبان،
برادر، حال خسرو چطوره؟ خبری ازش نشده؟ نگران نباش، بردیمش پیش حکیم. حتی حکیم هم از کارت تعجب کرده بود، میگفت کی توی زندانی همچین چیزی به عقلش رسید. خواجه تو دیگه چه جور آدمی هستی ها؟ تو خسرو به محض اینکه اومد تو دعوا کردی، بعدش هم جونشو نجات دادی، حالا هم داری حالشو میپرسی؟ چون اون با من دشمنی میکنه، دلیل نمیشه که منم باش دشمنی کنم. من که نمیفهمم، اگه این آدم دشمنت نیست پس کی دشمنته؟ دشمن من درونمه، اون لبخند مغرورانه ای که بعد از شنیدن تعریف حکیم به لبم اومد، اون حس خوشایندیه که با شنیدن تعریف کسی به لبم میشینه، همون هیولای درونم که وقتی تعریف کسی رو میشنوه بیرون میاد. نفسم اونقدر دشمن بزرگیه که دیگه جایی برای خسرو نمیمونه. تو کی هستی احمق؟ داری نصف شبی جلوی راهمو میگیری، برو کنار. خیلی خوبم میدونی من کی هستم. میدونم وقتی که خواجه تو زندانه میای اینجوری جلوی راهم سبز میشی، کار خیلی جسورانه ایه حمزه شجاع. میخوای تو هم به سرنوشت خواجه دچار بشی؟ انشالله. اینقدر که شبا درب و داغون و پاتیلی، نمیتونی تشخیص بدی و بفهمی که به کی میگن پهلوون، و نباید تو هیچ حالی با شخ به شخ بشی. زود باشیم بگیرینش، ببرینش زندان، اونجا عقلش میاد سر جاش. یالا بگیرینش، یالا بگیرینش، زود باشیم بگیرینش. یما تو اصلا این محافظاتو نمیشناسی یا؟ تک تکشون با یه مشت ساده نه از هوش رفتن. خب وزیر بزرگم گرفتیم، اره خدا میدونه این چشم قراره دیگه چیا ببینه. ببین اینجا چی نوشته. فرش فروش، نونوا. مثلا اینجا نوشته که نونوا از هشام 30 دینار قرض گرفته، ولی اینجا نوشته 300 دینار. مهر خلیفه هم زیرش خورده، پس هشام اشتباه نوشته. خب الان چی میخواییم بگین؟ چی؟ خیلی خوبه میدونی که چی میخواییم. جوری رفتار نکن که نفهمیدی. اینو ببین، یه بدهی 30 دیناری شده 300 دینار. خب پای وثیقه هم مهر شما خورده. خب دیگه، اگه خواجه رو آزادش نکنی، هر چیزی که اینجا اتفاق افتاده رو افشا میکنی. شما فکر میکنید کی هستین؟ میخواین دست منو پیش کی رو کنین؟ دست منو چطوری میتونین به من صدمه بزنین؟ من صاحب بغدادم. صاحب بغداد مال منه، من صاحبشم. تو فکر میکنی کی هستی؟
حتی اگه حضرت خلیفه هم نباشن، دخترش اینجاست، پسرش هم بصره است. شاید ضعیف شده باشیم ولی هنوز از بین نرفتی. بابام هنوز داره نفس میکشه، حتی اگه نفسایی آخرش هم بکشه بازم پسرش از بصره میاد و رو تختش میشینه. آره این شهر صاحب داره ولی مال تو نیست. بغداد هنوز شهر خلیفه عباسیه. حالا هم برو، باید برای صبح آماده بشی. باید خواجه رو آزاد کنی، باید سود بدهی بازاریا رو پاک کنی. اینام هرچی که گرفتن رو بهت پس میدن. آهان، اگه بگی این کارو نمی کنی، خواهی دید که من چه کارایی میتونم بکنم که اصلا توصیهش رو نمی کنم. محبوبه، اینو بگیر، نگرانم نباش. به عدنان گفتم میبرتت یه جای امن، بعد خودشم گم و گور میشه. یه مدت باید اینطوری باشیم. تو هم نگران من نباش خواهر، مراقب خودت باش. همین که بدونم حالت خوبه برام کافیه. منم میرم قبیله مهاجرا، اونجا امن‌ترین جا برای منه. البته اونجا آدمایی هن که برای شما جونشون هم میدن، مخصوصا پهلوان حمزه. محبوبه، مگه چی گفتم خواهر؟ برو به سلامت، شایدم برای همیشه همونجا موندگار شدی. دختر دیوونه ای من، زود زود سراغتو میگیرم و بهت خبر میدم. قربان، چی دستور میدی؟ آدمایی که هنوز نمیتونن مراقب خودشون باشن اومدن شدن محافظای شخصی من. گم شو، برو بیرون، برو بیرون. هر وقت تصمیم گرفتم دستورمو بهت میگم. جنسش به قیمت بود، درسته؟ خب اونم قیمت خوبی داشت. سلام علیکم. علیکم السلام. خیر باشه اوستا، میبینم که کیفتون کوکه. آره خدا رو شکر. خب خواجه امروز آزاد میشه. آخه این چطور ممکنه؟ عاطف قول داده که خواجه رو آزادش میکنه. دیشب دیدیمش، فکر کنم نظرش رو عوض کرده. انشالله. چه خبر خوبی دوستم. زود باشی جمشین بریم دیدن خواجه. بایدم رفت استقبالش. نفهمیدم برای چی آزادش میکنن، ولی عاطف رو خوب میشناسم، به حرفاش نمیشه اعتماد کرد. امیدوارم همینطوری بشه که شما میگید. حالا ما جمع میشیم میریم اونجا، اگه خواجه رو آزاد نکردن هر کاری که لازم باشه انجام میدیم دیگه. باشه هرچی تو بگی. بجامی دیگه، بیاییم برادر. بیاییم بریم. بیاییم مادر، مادر الماس، پنج تا مخ سر بریدم. جشن داریم کتلوک، جشن. خواجمون داره میاد، خیلی ها میان برای تبریک. کمتر از نه تا این مردم رو سیر نمی کنه. یا لوای نستا. باشه اورانگو، دنبال بابات برو، دوغا رو بیا. بودو برو. بسم الله الرحمن الرحیم. مادرمون حضرت فاطمه قبول کنن انشالله. مادر الماس، مادر الماس، وایستا، قبلا نمک زدی. آه دخترم، آه دیگه حواسی برام نمونده. ای خدا، چرا اینطوری میکنی مادر؟ مگه امروز روز خوشحالیمون نیست؟ درسته همینطوره، ولی بغداد متعجبمون میکنه. به اتفاقای عجیبش عادت کردیم. قلبم تحمل این همه خبرای خوبو نداره.
این همه خوشحالی برام سنگینه دخترم. انشالله که خیره. میترسم بعدش یه جوری ناراحت بشیم دخترم. اینجوری نگو مادر، داری تو دل منم خالی میکنی. ایشالله که خواجه میاد و جشنمون واقعا جشن میشه. انشالله دخترم، انشالله. آیتولو، ادویه این آشو نریخته که دختر. زود باش بودو. قربان، اهالی دارن جمع میشن. افراد خواجه هم جلوتر از همه قرار دارن. چه گستاخی! کی تا حالا دیده که مردم جلوی قصر خلیفه مستمین اینقدر بی‌پروا و بی‌شرمانه دست به آشوب بزنن؟ میتونیم روشون شمشیر بکشیم و با نگهبانا بهشون حمله کنیم. اگه هم نرفتن همشون رو میکشیم. نجیب، چطوری اومدی اینجا؟ برای چی اومدی؟ اگه خواجه برنگرده ما چی کار کنیم؟ نجیب، خودمونم نمیدونیم چی میشه. برگرد همین الان. برو پسر، برو دیگه، برو. به نظر نمیاد که نیت خیلی داشته باشم برادر. نیت اینا رو نمیدونم، ولی از نیت خودم مطمئنم. نیتمون خیره، عاقبتمونم خیره انشاءالله. مصطفى پهلوان، سر و وضعمون نگهبانا رو نگاهی بنداز. همشون نیزه، شمشیر و زره دارن. انگار میخوان همین الان برن تو میدون جنگ و با دشمنا بجنگن. خدا وکیلی مگه نه؟ خب مثلا آصف میخواد قدرتشو به رخ بکشه، تلاشای ها آخرشه. مثلا دیدی یکی که داره غرق میشه تا آخری لحظه دست و پا میزنه. این هم مثل همونه. نگران نباش. یالا عجله کنی، زودتر باید تمومش کنی. خیر باشه، باز چی شده؟ احمد ترکستانی، منصور، شما با ما میایین. دست از سرش برادر. صبر کنید، صبر کنید. وقتی داشتیم می اومدیم کسی نپرسید که ما رو کجا میبرن. الانم هر جا ببرنمون من میرم. نگران نباشید، خدا از همتون راضی باشه. اومدین اینجا بهمون میگین که با ما بیاین، حداقل بهمون بگین که کجا میریم. میریم خودتون میبینیم. بیا منصور. اینجا رو خالی کنید. یالا برین کنار. خواجه اومد. خدا رو شکر خواجه اومد. شکر. بالاخره آزاد خودش. خدا رو شکر انگار حالشون خوبه. خواجم، 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 خدایا هزار بار شکر. خدا بهمون رحم کنه. منصور جان، سلام منیر. سنتو شتر افر.
خدا از همتون راضی باشه. خدا راضی باشه. ممنون. خدا از همتون راضی باشه. سلام.